اشبیت، تو یه بازیکن خارجی بودی که اومدی ایران، اتفاقاتی هم افتاد، از پیام اومدی. برای من واقعا عجیب بود، از روز اول که اومدم ایران اتفاق خاص واسه من افتاده تو امضا کردن قرارداد. همین مثلا 3 ماه اول که اومدم لیگ یک پیش شما، من اومدم با 8000 یورو واسه 3 ماه. اونجا پرسپولیس چیش بود؟ پرسپولیس واقعا عجیب بود. من یه قرارداد امضا کردم، از همون اول 60000 یورو گم شد. برای من یه نامه آوردن، به همین دوستم که کنارم بود که واسه من سلام به نرف من بدن 60000 یورو به نرف من کار می‌کرده، گفت این نامه امضا کن که پول تو بگیری. که من این نامه امضا کردم، 60000 یورو به دست من نرسیده. سالا ندونستن. هر شما شوخیه، برای من خیلی جدی بود، چون یه غریب بود بودم توی یه کشور و واقعا نمیدونستم که به کی میشه اطمینان کرد. امضا مطلب برای میتونم درباره این قضیه بگم، شاید جالب باشه چون تا حالا درباره صحبت نکردم، شاید برای هوادارا. من تو همون تایمی بودم که همون سالی بودش که رفتم استیلازیم بعدش در انتهای، حالا شاهدم داریم که ما تا دقیقه آخرم وایسادیم که با پرسپولیس امضا بکنیم، شاهداش هم هستش. ما وایسادیم که این اتفاق بیفته که از باشگاه زنگ زدن گفتن ما جا نداریم. حالا بحثم یه چیز دیگه است. بحثم من رفتم جلسه با آقای عباس انصاری فر، خدا بیامرزتش، آقای خداداد، بعدش خدا صحبت کردیم و حالا قرارداد. چون من همیشه خب مثلا صد بحثی با پرسپولیس سر مسائل مالی نداشتیم اینا، ولی صحبت از مبلغ قرارداد شد. ما اون موقع خب گفتیم آقا سقف قراردادو میخوایم. خب سقف قراردادم موقع بودش 500 میلیون تومان، که بعد از اون اگه یادتون باشه حضور ذهن داشته باشید که اومدن ایشون برگشتن گفتن که آقا علی کریمی اومده درخواست قرارداد ترکمنچای داشته واسه ما، اگه یادتون بیاد. حالا طبیعتاً هوادارا 100% چون اونو بیشتر پیگیرن و میدونن. بعدش اومدن با ایشون قرارداد بستن آقای عزیزی، 300000 یورو، 2 ساله 600000 یورو. خب تقصیر این نیست، تقصیر نه میدونم شما ببینن ندارن. من بحثم یه چیزیه، من قراردادم با 500 میلیون تومان شد قرارداد ترکمنچای، درسته؟ ایشون 2 ساله قراردادشون هم بپرسید کجا بسته شده، توی دفتر باشگاه نبوده اینا. خب آره اینا عجیب بود. بعد کجا رفتین؟ منو میبردن این اصلا نمیدونم، یه مغازه بود، نهنگی کشتیم، نهنگی اسم بله. همه رو گفت توی دفتر باش نهنگی قرار داد توی بستن. نهنگی قرار داد بستن. خب شما الان من بستم یه چیز دیگه است، اصلا کلا حالا اون اتفاقات گذشته همه تموم شد و رفت. ولی میخوام ببینم مثلا یه طرف اومد ما رو از این قضیه بیرون کردن، گفتن آقا فلانه، رفتن یه قرارداد. من کاری ندارم، نوش جونش اون زمانم بالاخره رو بورس بود، آقای گل دوم لیگ بودش، بازیکن تاثیرگذار تیم آقای عزیزی هم بوده، شکی تو این نیست. ولی بحثم این که این اتفاقات افتاد و شاید خیلی از این جریان بی خبر بودن. ما میرفتیم اردو، خب یه مثلا میرین اردو پول تو جیبی میدادن، یه پول تو جیبی همه امضا میکردن، برای منم یه ورق میآوردن گفتش بده اینو امضا کن. وقتی رفتم و باشگاه تسویه حساب کنم، مثلا تو این اونم گذاشته بودن جزء قرارداد، به جای اینکه پول تو جیبی گرفتی نوشتن اون جزء قراردادته. یعنی اینو برات فکر کن چیکار میکنن با بازیکن خارجی.